با سلام های بیکران به شما زنان که خط مقدم این انقلاب هستید، به شما مردان و جوانان و دانشجویان شریف، با برنامه همراه با شما، صدای شما در خارج از کشور هستیم، با ما باشید. در سومین هفته خیزش انقلابی گسترده مردم در شهرهای مختلف ایران هستیم. همزمان در خارج از کشور نیز ایرانیان کشورهای مختلف برای حمایت و همبستگی با مردم در ایران به خیابانها آمدند و تجمعات ده هزار نفری برپا کردند. این تجمعات در نوع خود بی سابقه است و از این رو تمامی دولت‌ها از جمله اتحادیه اروپا به تصمیم گیری و بازبینی رابطه با جمهوری اسلامی شدند. بسته شدن حساب‌های بانکی جمهوری اسلامی در خارج از کشور از جمله این تصمیمات. وزیر امور خارجه اتریش اعلام کرد ما به شدت اقدامات وحشیانه مقامات امنیتی ایران رو علیه مردمانی که به صورت مسالمت آمیز برای گرفتن حق خودشون اعتراض میکنند محکوم میکنیم. همچنین وزیر امور خارجه فرانسه هم اظهار داشت اتحادیه اروپا به دنبال مسدود کردن دارایی ها و ممنوعیت سفر مقامات ایرانی است که ایشون هم اظهار داشتن که ما از این تصمیم حمایت میکنیم. در پارلمان فرانسه به احترام و به یاد مهسا امینی یک دقیقه کفت زدند. در طی چند روز اخیر از سوی شش کشور اروپایی در واکنش به سرکوب اعتراضات مردم در ایران 16 پیشنهاد تحریمی ارائه شده. تجمعات گسترده ایرانیان مقیم خارج کشور در اعتراض به جنایات رژیم جمهوری اسلامی و در حمایت از خیزش سراسری مردم ایران در اول اکتبر و روزهای دیگر برپا بود و ایرانیان در سطح وسیعی در 150 شهر در خارج از کشور در کشورهای مختلف به خیابان‌ها آمدند. بزرگترین مرکز تجمع ایرانیان در شهر تورنتو کانادا بود که طبق گزارشات بیش از 50,000 نفر تخمین زده شد. این تجمعات برای پشتیبانی از مبارزات مردم ایران، مبارزات شما عزیزان بود و نشانه اتحاد سراسری برای سرنگونی حکومت اسلامی در ایران و همچنان پرشور و با انرژی ادامه خواهد داشت و در حمایت از شما برای سرنگونی جمهوری اسلامی. در کشورهای اروپایی در بسیاری از شهرها هم تظاهرات‌های باشکوهی برگزار شده، فراخوان‌های وسیعی داده شده و با استقبال گرم مردم معترض روبرو شده. با چند تن از دستاندرکاران این تظاهرات‌ها و مسئولین برگزار کنندگان این تجمعات عظیم در خارج از کشور گفتگویی داریم و امروز عبه اسدی عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری و مسئول شهر یوتوبوری در سوئد با ما هستند. خیلی خوش آمدید عبدالله اسدی به برنامه ما. من سلام عرض میکنم به شما و بینندگان عزیز. عبدالله اسدی، در مورد تجمعاتی که شما سازمان دادید در شهر یوتوبوری یه توضیح بدید که به چه شکل بود و به چه ترتیب برگزار شد. ببین، خود این تجمعات الان خوشبختانه توی همه شهرهای اروپا که ایرانیان تمرکز دارن برگزار میشه، حتی در بعضی جاها ممکنه خیلی خیلی تعدادشون کم باشه، ولی بالاخره تجمعی در همه شهرهای کشورهای اروپایی برگزار میشه. خب شهر ما هم همیشه یه شهر بزرگ سوئد هست. این تجمعات تا دو تجمع بزرگ، یکیش یک شنبه هفته گذشته بود، یکیش شنبه گذشته بود و بالاخره هر دوش به نظر من بسیار بسیار باشکوه بود، بسیار پر جمعیت بود، بسیار منظم بود و بالاخره خواسته های بسیار مهمی رو مطرح کرد و بالاخره در این تجمعات هم
روی این صحبت شد که در مراحل بعدی چه کارهایی در دستور این تجمعات باید باشه، مثلا چی و نشانه باید بگیره. سر بایکوت صحبت شد، سر مثلا ایزوله کردن جمهوری اسلامی، به انزوا رفتن جمهوری اسلامی، اینکه جلب توجه بکنیم، توجه اروپایی‌ها رو به مبارزه مدرن و امروزی مردم ایران جلب بکنیم، و بالاخره جمهوری اسلامی باید مثلا از مجامع بین المللی بیرون رانده بشه، سفارتش بسته بشه، از سازمان شورای حقوق بشر سازمان ملل اخراج بشه، از سازمان ملل عضویتش ساقط بشه، و بحثای این چنینی بر حال امروز در خارج کشور هست و در شهر ما هم خیلی روی این مسئله بحث شد و بالاخره تاکید گذاشته شد و شعارهایی که مثلا داده میشد حول و حوش این موضوعات بود و تجمع بسیار بسیار خوب و با کیفیتی برگزار شد در شهر ما. اهمیت تجمعات خارج کشور در مبارزه مردم در داخل ایران چی هست ابو اسدی در حال حاضر؟ خب در خارج کشور یه ذره متفاوته با داخل کشور. داخل کشور موضوعاتشون خود در خیابون هستن، رو در رو هستن با نیروهای سرکوبگر، مبارزه میکنن در دانشگاه، مدرسه، خیابون، هر جایی که هستن. ولی در خارج کشور ما نیروی سرکوبگری باش روبرو نیستیم، به یه معنا آزادتریم، میتونیم بریم جلو پارلمان های اروپا مثلا تجمع های بزرگ برگزار کنیم، تو خیابون ها میتونیم راهپیمایی بکنیم، بریم با وزارت خارجه کشورهای مختلف حرف بزنیم، صحبت بکنیم، ازشون بخوایم که خب جمهوری اسلامی رو به خاطر نقض حقوق بشر، به خاطر سرکوب مبارزات مردم، به خاطر سرکوب سیستماتیک زنا، به خاطر تحمیل آپارتاید جنسی در ایران، اینو باید جامعه جهانی بیرون کنن. من فکر میکنم که جلساتی که دیشب در پارلمان اروپا بود در خودش علیه جمهوری اسلامی بی‌نظیر بود. یعنی تعدادی نماینده پارلمان اومدن قاطعانه از این حرف زدن که ما دیگه مذاکره رو با این کشوری که این جمهوری اسلامی که حقوق بشر رو نقض میکنه باید قطع کنیم، مذاکره باشون نکنیم. گفتن که این چه ایدئولوژی نفرت انگیزیه که بخاطر یک تکه پارچه یک دختر جوون رو میزنن میکشنش. آمدی ارائه میدادن، یکی از نمایندگان پارلمان میگفت 92 نفر از اون روز کشته شدن. مبارزه مدرنی مثلا در ایران در جریانه، از این مبارزه مدرن خیلی نمونه آوردن و در این حال میگفتن که زنان ایران دارن شجاعت رو به من نشون میدن و اینا در اصل تکنولوژی رشد کردن، بزرگ شدن، جمهوری اسلامی رو نمیخوان، عصر بربریت رو نمیخوان، میخوان یک کشور آزاد داشته باشن، میخوان مثلا دموکراسی داشته باشن، میخوان مثلا زنها آزاد بشن، میخوان بالاخره حقوق بشر توی اون جامعه رعایت بشه و از اینا صحبت کردن و بسیار بسیار جالب بود. من فکر میکنم خب کافی نیست در این حد، ولی بعضی از جوزف بورل خواستن که به عنوان نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا سیاست روشنی در مورد بایکوت جمهوری اسلامی در نظر بگیریم. خود جوزف بورل به عنوان یک برخورد وحشیانه علیه تظاهر کنندگان ازش اسم برد، با اینکه همش با جمهوری اسلامی رابطه داره، جلسه برگزار میکنه، میره ایران میاد، ولی این بار خیلی تند و تیز علیه جمهوری اسلامی حرف زد. اینا به نظر من نتیجه این خیزشای بزرگی بود که این روزا در شهرهای اروپا برگزار شد و تأثیر تعیین کننده گذشت روی تصمیمات دولت‌ها، پارلمان‌ها، احزاب، نیروهای سیاسی و بالاخره سازمان‌های مدافع حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی. بله، خیلی ممنون عبدالله اسدی از توضیحاتتون. مسلم اون چیزی که تأثیر داره اتحاد و همبستگی مردم چه در خارج از ایران با مردم داخل ایران و همین همبستگی و اتحاد و اینکه مردم در خارج از ایران به خیابون ها میان و
همبستگی خودشون رو، اتحاد خودشون رو با مردم داخل ایران به این صورت نشون میدن و این رو مجبور میکنه که دولت‌ها بیان و تصمیم بگیرن که به این صورت تحریم بکنن و رابطهشون رو با دولت جمهوری اسلامی قطع بکنن. ممنون از عبدالله اسدی که در برنامه ما شرکت کردید. خیلی ممنون. اول از همه مهم هستش که دولت سوئد سفیر ایران رو احضار بکنه و اینکه پشتیبانیشون از مردم ایران نشون بدن، چون تا به حال با اینکه ما از طرف حزبمون این خواست رو داشتیم از دولت که این کار بکنن، هیچ جوابی به ما ندادن و کاری نکردن. امروز خوشحالم که از طرف نمایندای دولت سوئد خودشون گفتن که میخوان این کار رو بکنن و امیدوارم که واقعا این اتفاق بیفته. از این طرف مهمه که برای آینده و برای این خلاصه پروتستایی که مردم ایران دارن تو خیابونای ایران دارن جونشون رو میدن برای آزادی، برای برابری، از طرف دولت‌های دموکراتیک اروپا مثل سوئد باید حمایت بشن. از نظر اینکه خلاصه بتونن اینترنت داشته باشن، از نظر اینکه گروه‌های حقوق بشری بتونن کمک بگیرن و اینکه این خلاصه اعتصابایی که تو ایران هست و اینا رو باید بشه حمایت کرد از طرف این. مهمترین شعار مردم امروز در این تظاهرات در میدان نورمان در شهر استکهلم همان بستن سفارت ایران و بایکوت کردن رژیم ایران بود. نظر حزب چپ در سوئد در این باره چی است؟ به نظر ما اول از همه باید احضار بشه سفیر و چون که اگر درجا ببندیم اون موقع نمیتونیم به هیچ وجه هیچ خواستهایی رو داشته باشیم، یعنی هیچ به هیچ وجه نمیتونیم سیاستمون رو به نسبت جمهوری اسلامی نشون بدیم اینجا. و اگر ولی باید یه خط قرمز باشه که این خط قرمز خود جمهوری اسلامی خیلی وقتی که رد کرده، ولی در این موردهایی که 12 روز اخیر اگر قبول نکنن که خلاصه حقوق بشر رو قبول نکنن که دنبال بکنن، اگر قبول نکنن که کشت و کشتار رو در خیابونای ایران تموم نکنن، خب مسلما باید سفارت رو بسته بشه در یک کشور دیگه. شهر کلن یکی از شهرهای سیاسی کشور آلمان است که تقریبا هر روز تو این شهر تجمع و اکسیان‌های اعتراضی و حمایتی و همبستگی با مردم ایران برگزار میشه. تاها آزادی دبیر کمیته حزب کمونیست کارگری در این شهر و برگزار کننده این اعتراضات رو امروز در برنامه داریم. تاها آزادی خیلی خوش اومدید به برنامه ما. ابتدا من این سوال رو از شما میکنم که توی کلن چه اقداماتی کردید و چی کار میکنید، توضیح بدید به بینندگانمون. مرسی که منو دعوت کردین. توی کلن به دنبال این سه هفته در این اتفاقات اخیری که توی ایران رخ داد، ما هم خیلی سریع یکی دو روز بعد از اون اعلام برگزاری میتینگ‌های اعتراضی نسبت به جنایت‌های جمهوری اسلامی اینجا برگزار کردیم. این میتینگ‌ها رو دو روز یک بار، سه روز یک بار این میتینگ‌ها رو همینطوری از اول پیش بردیم و از عموم مردم خواستیم که در این میتینگ‌ها شرکت داشته باشن. خوشبختانه به فراخوان ما خیلی خوب، خیلی مثبت جواب دادن. چند هزار نفر مردم ساکنین ایرانیان ساکن شهر کن اینجا جمع شدن. یه حواشی هایی هم کوچیک در کنارش اتفاق افتاد. بعد ما یک شیوه دیگه به کار بردیم برای متحد کردن، برای انسجام خیلی بیشتر علیه یک دشمن مشترک که جمهوری اسلامی هست. مسلماً خب اعضا و گروه های مختلف سیاسی هم توی این اکسیون هاتون شرکت میکنن، از احزاب سیاسی، نمایندگان احزاب و حتی شاید یک سری از شخصیت های فرهنگی سیاسی. آیا اصلا شرکت میکنن؟ اگر شرکت میکنن چه تأثیری داره به شرکت به صلاح این احزاب و این گروه های سیاسی و حتی فرهنگی توی این اکسیون ها؟ سوال خیلی خوبیه. من دوست داشتم بیشتر روی این زمینه اینو باز بکنم. در روزهای اول یه حواشی که اشاره کردم به وجود اومد از طرف سلطنت طلبا بود که میخواستن هر حزب یا گروه دیگهی که شرکت کرده اونا رو کنار بزنن و خیلی تند باشون برخورد میکردن و میگفتن فقط پرچم سه رنگ شیر و خورشید و اینا. بعد عرض کنم خدمتتون ما هرچی صحبت کردیم خب دیگه این حواشی همینطوری داشت بیشتر میشد
و در میتینگای بعدی ما تصمیم گرفتیم که تریبون آزاد بذاریم و برای مردم توضیح بدیم چقدر لازمه که تمام احزاب و گروه های مختلف در شرکت بکنن اگه بخوایم از آزادی بیان، عقیده و ابراز نظر همگانی همه این شهروندان ایران که اینجا وجود دارن بر اساس بالاخره مخالفتی که با نظام جمهوری اسلامی داشتن و به اینجا تبعید شدن همه دارای گرایشات مختلفی هستند، سایه روشنی با هم دیگه دارن، ولی این خیلی خیلی ضروریه که توی در چارچوب یک نقطه مشترکایی مثل جمهوری اسلامی این مار افعی رو چگونه میخوان باش روبرو بشن، این خیلی لازم ضروریه که خیلی خیلی متحد بشن. توی شعارها من اشاره کردم که همون توی ایران خیلی بهش اشاره میشه، یعنی جوونا توی مترو شعارهایی میدادن که اگه ما با هم متحد نشیم یکی یکی کشته میشیم. ما خیلی در این باره صحبت کردیم و خوشبختانه میتینگای اعتراضی در خارج کشور داره به این سمت سوق پیدا میکنه که همه احزاب باشن. در شنبه گذشته این رو ما به نمایش گذاشتیم، از همه احزاب و گروه های مختلف خواستیم که شرکت بکنن. خوشبختانه اکثر اونها از احزابای کردستان و یک گروه بلوچستان و احزابای دیگر کمونیستی، سلطنت طلب، اینا با هم شرکت کردن. حضور گسترده مردم بیش از 5000 نفر استقبال کردن، همه صحبت کردن به عنوان یک تریبون آزاد و خیلی خوب استقبال شد و این میتینگ به مثبتی هرچه بیشتر به پایان رسید. خیلی ممنون تاها آزادی از شهر کلن آلمان، ممنون که با ما بودید. مرسی. مرسی، مرسی از شما. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. ایرانیان شهر فرانکفورت در کشور آلمان نیز برای چندمین بار تجمع اعتراضی برپا کردند. این تجمع با حمایت نرگس اسکندری، شهردار ایرانی تبار شهر فرانکفورت و نمایندگان و احزاب سیاسی مختلف در آلمان برگزار شد. امین کمانگر دبیر کمیته حزب کمونیست کارگری در این شهر با ماست که گفتگویی با هم داشته باشیم. خیلی خوش آمدید امین کمانگر به برنامه ما. از این تجمع باشکوه برای ما و بینندگانمون و بگید و سازمان دهندگان این تجمع کیا بودن؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم. با درود به شما و بینندگان محترمتون، اگه من اجازه داشته باشم قبل از اینکه به برنامه بپردازم که برنامه چگونه بود، چجوری بود اینا، میخوام کوتاه در چند ثانیه درود بفرستم به زنان مبارز انقلابی ایران برای دفاعشون، برای مقاومتشون، برای ایستادگیشون و همکنون برای تعرضشون در خیابانهای ایران به کلیت نظام اسلامی ایران. میخوام این درود رو به این زنهای مبارز قهرمان بفرستم. بله، دیروز به فراخان خانم اسکندری شهردار شهر فرانکفورت تظاهرات یا آکسیون وسیعی در مرکز شهر فرانکفورت میدان شهرداری انجام گرفت یا به وقوع پیوست که گرچه روز کاری بود، حدود 2000 نفر اومده بودن، آلمانی و ایرانی که اونجا به حرف به سخن نمایندگان آلمان که قبلا هفته یک قبلش پخش شده بود که نمایندگان آلمان، نمایندگان به مسئولین در قدرت آلمان، احزاب آلمان در این
تظاهرات در این حضور دارن و ایرانیان ببینن که احزاب در قدرت آلمان چه بگن، نظرشون چیه، بحثشون چیه، پیامشون به مردم اساساً چی هست. آلمانی که در حدود 30 سال تنگاتن رابطه اقتصادی با نظام اسلامی داره و توی اروپا به نظر من حکومتی که مدامن با مرسمی لانسه کرده، مدامن کمکش کرده به اسلام، ولی مدت ها سالیان سال مردم ایران ما مثل حزب خودش کارگری ایران اعلام میکنیم این رژیم جنایتکار، این رژیم قاتل، این رژیم دست کن از در این رژیم برداری. خلاصه این به گوش کسی چیز نمی کردن، وقتی نمی دن نهادن، ولی با تظاهرات وسیع مردم به خود زنان توی ایران الان اینا اومدن دیروز از هر چهار حزب اومده بودن اونجا صحبت می کردن. سخنانشون این بود، کلامشون این بود که دقیقا یه حکومت هار اسلامی، یه حکومت ضد بشری سر کار هستش، تا کنون زده، کوبید کرده، زندانی کرده، جنایت کرده، کشتار کرده و این رژیم دیگه حقانیتی ندارد، باید این رژیم به سرنگون شود. اشاره کرد به اینکه نمایندگان و احزاب سیاسی توی یک تجمع اعتراضی بر علیه جمهوری اسلامی توی آلمان که یکی از قطب‌های اصلی اقتصادی و سیاسی توی اروپا صحبت میکردن و ایران و حکومت اسلامی رو محکوم میکردن، این به چه معنایی میتونه باشه؟ به این معنا مدت هاست مردم ایران علیه این حکومت دارن مبارزه میکنند، مدت ها جلوه چشم همین دولت آلمان دارن اعتراض میکنند، مدت هاست این نمایندگان آلمان روی لاشه مردم ایران دارن با جمهوری اسلامی دست میدن، مدت سالیان سال روی خون ما دارن با اینا لانسه میکنن دست میدن، ولی امروز قدرت مردم، شهامت مردم و انقلابی که توی ایران به نظر من یه انقلاب زنانه هستش و این انقلاب دارد توی خاورمیانه حرف اولو میزند، این مسئله باعث شده است که اینا پنبه ها را از گوششون در بیارن، عینکاشون رو بذارن کنار و مردم ایران، انقلاب کنونی ایران انجوری که هست اینو ببینن و اینو دیدن و اومدن صحت گذاشتن روی حقانیت حرفایی که مردم ایران در توی 43 سال دارن میزنن، دارن میگن این رژیم، رژیم ما نیست، حکومت ما نیست، این جنایتکار، یه مشت قاتلن، یه مشت جنایتکارن، این اومدن توی حرفاشان، همین حرفایی که 30 سال 40 سال مردم ایران دارن میگوین بی اینا، دقیقا همونجا جلوی مردم ایران این اعتراف کردن و گفتن این یک حکومت ضد بشریه که باید این حکومت طرد بشود. خیلی ممنون محمد امین کمانگر از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. ممنون از دوست. سپاسگزارم. ممنون از وقتی که به من دادید. حمد خانم اسکندری هستیم، شهردار فرنگو. خانم اسکندری پیام شما برای مردمی که توی ایران هر روز توی خیابان‌ها دارن مبارزه می‌کنن چیه؟ پیامی که ما به شما افتخار می‌کنیم. پیام من نمی‌شه، می‌دونم چقدر سخته، ولی ما به شجاعت شما افتخار می‌کنیم. و امروز شما دیدید صدای شما تنها نیست. شهر فرانکفورت، ایرانی‌ها، آلمانی‌ها، تمام اردوی فرانسوی پارلمان امروز اینجا بودن. ما شما رو تنها نمی‌ذاریم. بجنگید. سکوت نکنید. میدونم خیلی سخته، میدونم چه فشاری میتونه، ولی ما در کنار شما هستیم. کشور ما شایسته آزادی زنان ایران، من به همون افتخار میکنم در کنار اون وایسادم و میدونم می نزیر به جنگ با همقبله زن زندگی آزادی. پس از گذشت 3 هفته از اعتراضات و مبارزات مردم ایران در اکثر شهرهای دنیا، این همبستگی با ایران بی سابقه بود. از استرالیا تا خاورمیانه و اروپا و آمریکا همه عزم خود را جزم کردند تا این رژیم رو نابود کنند. خیابانها رو خالی نذاریم و صدای مردم ایران در جای جای این کره خاکی باشه.
کوچه رخصیدن، برای ترسیدن، به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراض. یکی از خواستهای ایرانیان مقیم خارج کشور بسته شدن سفارتخانه ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی و اخراج و محاکمه عوامل رژیم در خارج کشوره. در کنار این خواست اما حکومت اسلامی مراکز جاسوسی دیگه ای هم با نامهای مختلفی رو برای پیشبرد اهداف خودش در خارج از کشور بنا کرده که از جمله اونها مساجد هستند. مسجد امام علی یا مسجد آبی در شهر هامبورگ که مرکز ترور در اروپا شناخته شده یکی از این مراکزه که باید بسته بشه. در هفته گذشته تجمعاتی مقابل این مسجد با حضور مینا احدی مسئول سازمان اکس مسلم و تعدادی از اعضای حزب کمونیست کارگری برپا شد. ناصر کشکولی دبیر کمیته آلمان حزب کمونیست کارگری که خودشون در این تجمعات حضور داشتند امروز با ما هستند. ناصر کشکولی خیلی خوش آمدید به برنامه ما و در مورد این تجمع و علت اعتراض در لطفاً در برای ما توضیح بدید که چه بود. بفرمایید. با سلام به شما سیامک عزیز و همچنین شنوندگان گرامی، تظاهراتی که در 3 اکتبر 2022 یعنی امسال صورت گرفت، جمعیت خیلی زیادی اومده بودن و این اعتراض هر سال هستش. مفتح یکی از اون افرادهایی هستش که از طرف حکومت آلمان شناخته شده هستش که با سازمان تروریستی جمهوری اسلامی کار میکنه و اون قبل از این که ما در اونجا حضور داشته باشیم گفته بود که من حاضرم بیام با معترضینی که علیه ما هستن مصاحبه کنم، حرف بزنم. ما هر سال که حضور داریم اینو از اون میخواییم که بیاد پایین از اون مسجد و در حضور ما قرار بگیره و امسال هم جرأت نکرد همچی کاری را انجام بده. اونجا ایرانیان همراه با انقلابی که در ایران شروع شده بود بیشتر 300 نفر ما اونجا حضور داشتیم و خواهان این بودیم که این مسجد باید بسته بشه و دولت آلمان هم بایستی در این رابطه این کار را انجام بده. بنابراین جمعیتی که اونجا بود تعداد خیلی زیادی بودند و سخنران ها و حتی از احزاب آلمانی ها اونجا حضور داشتن، همبستگی خودشون را با مردم ایران و اعتراض علیه مردم جمهوری اسلامی اعلام کردن. شخصیت های متفاوتی بود، رسانه های فارسی زبان و همچنین روزنامه نگاران اونجا حضور داشتن و برای بستن این مسجد تلاش واقعا خیلی زیادی کردن. ما اونجا با اعضای حزب کمونیست کارگری ایران شرکت کردیم که بتونیم فشار بیاریم به دولت آلمان، چون میدونیم که حکومت جمهوری اسلامی با تناب دار و با کمک دولت همین آلمان سرپا وایساده. با بستن این مسجد، از بین بردن تناب در جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی نمیتونیم به سرعت سرنگون کنیم. و این صدا و این اعتراض تودی مردم در جلو مسجد بود. بله، اشاره کردید که خواست مردم بسته شد این مسجد بود و سازمان‌ها و گروه‌های مختلف آلمانی هم حتی برای حمایت اومده بودن و جلوی مسجد برای اعتراض و حمایت از خواست شما. من می‌دونم که خود دولت آلمان حتی گفته بود که اینها در ارتباط هستن با جمهوری اسلامی و مرکز ترور شناخته شده در سال قبل. چرا این مسجد رو نمی‌بندن؟ چرا هنوز به کار خودش ادامه میده و چرا داره حمایت میشه از طرف دولت آلمان؟ آره، این سال گذشته واقعا خواستن این کار موردی کردن، بستن این مسجد و دوباره باز کردن و به خاطر اینکه دولت آلمان گفتن بهت مماشات خیلی و روابط اقتصادی خیلی خوبی داره با جمهوری اسلامی و هر وقت فشار خیزش انقلابی در ایران زیاد میشه، این بسته شدن مسجد آبی روی میز سران حکومت آلمان قرار میگیره
و ما اونجا قبل از اون که یه روز قبل از اون ما رفتیم اونجا، افرادی بودن اونجا کار میکردن، حتی عکسشون رو گرفتیم، یه سری مزدوران اونجا کار میکردن، میز و صندلی میچیدن که اونها که ما اون روزی که اونجا بودیم در مقابل ما حرکت میکردن و مردم بهشون حمله میکردن. از جمله احمد شربین اگه بشناسیم، به عنوان یک معترض علیه حکومت اسلامی رفته بود تو، به خاطر اینکه اون روز 3 اکتبر روزی هستش که همه آلمانی ها خارجی ها میتونن برن تو و این مسجد دیدار بکنن. رفته بود اونجا عکس مهسای امینی رو دستش گرفته بود و بلند کرده بود و اونا گرفته بودن آورده بودن بیرون. حکومت آلمان گفتم تو این رابطه در تلاش داره و ما فشار آوردیم که به حکومت آلمان که بتونه واقعا این مسجد رو ببنده، با توجه که سابقه بسیار خرابی داره و تروریست پروره و علیه اپوزیسیون خارجی در همونجا نیروهاش آموزش دیده میشه و علیه اپوزیسیون کار میکنه و اینکه نمیبنده، همه چیز واقعا دست اپوزیسیون های ایرانی و همچنین ایرانیان و ما معترضین هستش که چقدر ما فشار بیشتری بیاریم که بتونه حکومت آلمان نه فقط این مسجد را ببنده بلکه سفارت را هم ببنده. فقط دستگی به زور و اعتراض ما مونده که بتونیم واقعا اینو ببندیم. این مسجد به هیچ چیزی بند نیست. مردمی که اونجا بودن این مسجد را به عنوان مسجدی میدیدن که در ایران صدها نفر تو اینها حکم اعدام داده بشن، زنها را تو اون مسجدهای صیغه کردن. خشم مردم علیه این مسجد خیلی خیلی زیاده و سنگینه و ما فشار میاریم که دولت آلمان این کار انجام بده. بله، در روزهای اخیر این مسجد چند بار مورد تعرض به صلاح معترضین قرار گرفته، معترضین به حکومت اسلامی، به جمهوری اسلامی. در این مورد هم لطفا توضیح بدید که چه بود. و آره، معترضین، ببین، انسان ها معترضین در ایران که نگاه بکنیم میبینی در عرض 2 که تو خیابان بودن تعرض کردن به سرکوبگران، در خارج کشور هم همین کار کردن، شکل های متفاوت به این مسجد تعرض کردن. یه نفر خودشو گریم کرده بوده و با کادو در دست میره تو و اون مسجد و دربان در باز میکنه و اون آقا را که تو بوده در یه خانه محبوس میکنه و کل مسجد و در دیوار توشو قرمز میکنه. و این تازگی ما اونجا که بودیم مفتح گفته بود که ما این رنگ رو از بین نمیبریم تا کسانی که بیان تو این رنگی که ببینن که معترضین چه بلایی به سر این مسجد آوردن. و این خوب بود. اعتراض علیه این مسجد به شکل‌های مختلف به پیش میره و اینها اومده بودن تو این روزی که ما اونجا بودیم، پلیس زیادی آورده بودن که و میترسیدن واقعا از ما که حمله کنیم. و در درون اون معترضین ما افرادی بودن که واقعا میخواستن حمله کنن، منتها متاسفانه نشد و این زیر فشار مردم آزادی خواه ایران علیه این برای بسته شدنش و این معترضین به هر شکلی خودشون رو نشان میدن علیه این مسجد. خیلی ممنون ناصر کشکولی عزیز از توضیحاتتون، متشکرم. مینای حدید اینجا داریم. مینا آرزوش این بود که جمهوری اسلامی نابود بشه، حالا به اون روز رسیدیم. امروز چه خبره؟ امروز در مرکز شهر هامبورگ طبق اخباری که حتی رسانه های آلمانی گفتن 15,000 نفر به دعوت مجموعی از سازمان ها اومدن اینجا، یک راهپیمایی بود در دفاع از مبارزات مردم ایران و در این حال در ادای احترام به مهسا امینی و همچنین جلب توجه افکار عمومی آلمانی ها به این که دولت آلمان روابط خیلی حسنه با جمهوری اسلامی داشته تا حالا و باید روابطش رو قطع کنه. من هم سخنران این برنامه بودم، هم به زبان فارسی هم آلمانی سخنرانی کردم و به هر حال خیلی فضای هیجان انگیز و جمعیت خیلی زیادی تو اینجا حضور داشتم. مینا، فکر میکنی شما نبرد نهایی علیه حکومت اسلامی؟ به نظر من این نبرد نهاییه، یعنی نفس این که 2 است مردم تو خیابونن و جمهوری اسلامی بسیاری از حتی دوروبریای خودشون ازش اعلام براءت میکنن یا فرار میکنن از ایران، نیروهای سرکوبگرش روحیشون رو کاملا باختن و اینکه دنیا داره از ما، از مبارزات مردم، از مهسا دفاع میکنه، این بسیار مهمه. این نبرد آخره و ما امکانات خیلی زیادی الان داریم
دولت ها دارن سیاست هاشون رو تغییر میدن. دولت آلمان دو روز قبل جلسه داشت تو پارلمان و یه جورایی به خودشون انتقاد کردن به خاطر اینکه همیشه با جمهوری اسلامی همکاری کردن. بنابراین اوضاع به نظر من خیلی به نفع ماست. ما باید این رو ادامه بدیم. ما باید مبارزات مردم ایران رو واقعا صداشو به گوش دنیا برسونیم و این حرکت ها باید از این گسترده تر بشه و ادامه پیدا کنه. ناگفته نمونه که امروز در تمام دنیا ایرانی ها رفتن تو خیابون، فکر میکنم میلیون ها نفر رفتن خیابون و این بسیار به نظر من مهمه. پیام شما برای زنان شجاع ایران که امروز در شهرهای خیلی زیادی از جمله هامبورگ به شهرهای ایران پیوست، پیام شما برای چی؟ اولا درود میفرستم به زنان آزاده ایران. شما به نظر من تاریخو دارید عوض میکنید و عوض کردید. حتی متفکرین، فیلسوفا راجع به این حرکت شما دارن حرف میزنن و دارن تحلیل میکنن و دارن میگن که حرکتی که زنان ایران کردن مسیر تاریخ رو به طرف مثبت عوض کرد و این بسیار مهمه به نظر من. ما با جنبش اسلامی طرف بودیم، حکومت اسلامی ایران که سر مار افعی اسلام سیاسیه و شما بلند شدید داری زیر پاتون له میکنید. نه فقط ایران آزاد میشه، مردم ایران آزاد میشن، زنان ایران، بلکه در منطقه خاورمیانه یه جنبش راه خواهد افتاد. این آغاز پایان جمهوری اسلامی و جنبش اسلامی. حتی روزنامه های آلمانی راجع به این تیتر زدن، گفتن آغاز پایان جنبش اسلامی. مرسی. گزارشی از کانادا، از شهر تورنتو داریم که همکارمون صدف کروشنیا این گزارش رو تهیه کردن. صدف کروشنیا، میشنویم گزارش شما رو. متشکرم سیامک. سلام میکنم به شما بینندگان عزیز. در شنبه گذشته به فراخوان حامد اسماعیلیون در سرتاسر جهان تظاهرات هایی برای حمایت از خیزش عمومی مردم ایران صورت گرفت. در آمریکای شمالی هم در شهرهای مختلف ما این تظاهرات ها رو داشتیم. در این رابطه با بابک یزدی، دبیر کمیته شرق کانادا، مصاحبه ای داریم که توجهتون رو به اون جلب میکنم. سلام بابک عزیزی، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی. به ما بگو چه خبر بود و چطور قضیه رو جلو بردید شما در شهر تورنتو؟ با درود به شما و بینندگان عزیزتون، همطور که میدونید تورنتو شنبه گذشته اول اکتبر شاهد بزرگترین اعتصاد و تجمع و گرد همایی ایرانیان خارج کشور بود. شاید میشه بگی که در کل جهان این بزرگترین تجمع تاریخی ایرانیان تا به حال هستش. نداشتیم جایی که 50,000 تا ایرانی در خارج کشور جمع بشن. طبیعتا این اعتراض و این تجمع به دعوت خانواده های پرواز 752 بود که اونا اول فراخوان داده بودن، حزب کمونیست کارگری فراخوان داد به حمایت کرد و جریانات دیگه. این اعتراض از خیابان یانگ و 16 هم شروع شد به تا میجر مک، ولی در پایان اعتراض میشه بگی که 4-5 هزار نفر توی پارک جلوی میجر مک جلوی کتابخونه وایساده بودن، ولی هنوز از یانگ و 16 ادامه داشت می اومدن و پلیس گزارش داده بود که از یانگ و استیلز تا یانگ و میجر مک، یعنی 6-7 کیلومتر ایرانیا خیابونا کلن یانگ بین یا 16 و استیلز کلن بسته شد دو طرف خیاب. توی اون روز یک پارچگی و اتحاد ایرانیایی که در خارج کشور بودن تقریبا میشه بگی نمونه بود. 50,000 ایرانی بیرون بودن و همه علیه رژیم بودن، همه در تداوم و در اعتلای انقلاب که جدیدن شکل گرفته حمایت میکردن. شعارا همه رادیکال و سرنگونی طلبانه بود و یک مورد حتی اختلافی، دعوایی، ناهماهنگی خوشبختانه به وجود نیومد. به نظر من الان دیگه ما توی ظرفیت و توی اشل و توی شکل جدیدی باید توی اکسیون ها شرکت بکنیم و میکنیم و انتظارات مردم از ما بیشتر میشه و شده و طبیعتا ما سعی کردیم و میکنیم که نماینده اتحاد مخالفین در خارج کشور باشیم، مخالفون سرنگون طلبان رژیم. باید سعی کنیم توی اکسیون ها، توی اعتراضات قطعنامه های مشخصی داشته باشیم راجع به بایکوت رژیم، راجع به اینکه سفارت ها رو تعطیل کنن، راجع به اینکه رژیم رو بایکوت
نظامی، بایکوت سیاسی، بایکوت ورزشی و حتی سران رژیم رو بایکوت اقتصادی کنن و این تازه داره شروع میشه. طبیعتا در خارج کار ما این است و در داخل هم میبینه که اعتصابات و اعتراضات شکل گرفته، بیشتر شده. اعتصابات عمومی و سراسری مال معلمان، دانشجویان، دانش آموزان، کارگران صنایع کلیدی مثل نفت، پتروشیمی، هفت‌تپه، ذوب‌آهن، شرکت واحد، متروها، اینا یواش یواش دارن وارد میدان میشن و امیدواریم که این اعتراضات عمومی و سراسری همراه با اعتراض معلمان و پرستاران و کامیونداران و دانش آموزان و دانشجویان عملا دیدیم داره وارد میدان میشن. امیدواریم که جامعه برسه به سمتی که این بار دیگه بتونیم جامعه را به سرمنزل مقصود برسونیم و رژیم جمهوری اسلامی را به گورستان تاریخ بسپاریم. و من امیدوارم کاری که رژیم کرد توی زاهدان و توی دانشگاه شریف به نظر من یک گام اساسی مردم را به انقلاب نزدیکتر کرد و گور خودش را عمیق‌تر کند، به خاطری که اگر این کار را نمی‌کرد شاید یه امیدایی می‌شد برای خود رژیم باشه که بتونه این انقلاب را توی مرحله دیگه سرکوب کنه، که حتی اگر هم میتونه سرکوب بکنه باز جامعه وارد یک فاز جدیدی شده، فاز جدید اومده جلوتر و دستاورداش از دست نمیداد، ولی با این کاری که کرد می‌بینیم که کل جامعه داره روز به روز بیشتر متحدتر متشکلتر میاد تو خیابون و اومده و امیدواریم که ما بتونیم اعتراضات در هماهنگی و در حمایت از مردم ایران باز بیشتر و بهتر. ما شنبه های اعتراضی رو داریم، همین شنبه فراخوان دادیم میدان ملل اسمن و امیدوارم تو این شنبه های اعتراضی بتونیم هماهنگ و متحد و متشکل بیشتر بریم جلو. خیلی ممنون، موفق باشید. مشکرم بابک عزیز، خیلی ممنونم. بینندگان عزیز، توجه شما رو به گوشه‌هایی از برنامه تورنتو، تظاهرات تورنتو جلب می‌کنم و بعد از اون برمیگردم به شما سیامک جان. پارلمان دولت کانادا، اسامی و اسمهای قربانیان پرواز 752 یادتون گرامی عزیزان، نمیبخشیم و نفراموش میکنیم.
گروه انبوهی از مردم از شهرهای اطراف از خود اتاوا اینجا جمع شدن تا به دعوت خانواده های این عزیزان بیان و در هزارمین روز زدن پرواز 752 پرواز اوکراینی یاد عزیزانشون گرامی بدارن و از دولت کانادا بپرسن که چرا هنوز که هنوز هیچ کاری نکرده گذاشتن اسم چند نفر از به انتهای برنامه این هفتمون رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به امید پیروزی شما عزیزان تا برنامه دیگر، روز و روزگار بر شما خوش باد. فقط فراموش نکنید که با ما در تماس باشید، ویدیوهاتون، پیامهاتون رو برای ما ارسال کنید. به مانند همیشه منتظر پیامهای شما هستیم. روز و روزگار بر شما خوش باد.